ادامه اعتصاب قضای زندانیان سیاسی مصدوم بند 240 زندان اوین. جلوگیری از ملاقات خانواده های زندانیان سیاسی در اوین. فعالیت جوانان انقلابی همدان به مناسبت روز جهانی کارگر. روحانی دروغگو، این همه وعدهات کو. اعتراض به گرانی سوخت در تهران، ملایر و لاهیجان. فراخوان به تحریم خرید بنزین در شهرهای تهران، اصفهان و خرم‌آباد. تجمع اعتراضی دانشجویان خواجه نصیر تهران. اعتراض کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو در تهران. حمله وحشیانه ماموران اطلاعاتی به یکی از مناطق شهر شوش و دستگیری جوانان. تنین شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در زندان اوین. خانواده های زندانیان سیاسی روز دوشنبه 8 اردیبهشت در سالن ملاقات زندان اوین با اعتراض نسبت به حمله نیروهای سرکوبگر رژیم به زندانیان سیاسی و ضرب و جرح آنان شعار می دادند زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانیان مصدوم در بند 240 زندان اوین که روز پنجشنبه 28 فروردین مورد ضرب و شتم وحشیانه دژخیمان قرار گرفتند همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. اسامی این زندانیان عبارتند از سمکو خلقتی، بهنام ابراهیمزاده، سعید متینپور، سهیل بابادی، امید زارع نژاد، غلامرضا خسروی، فولادوند، محمد امین هادوی و بهزاد عربگل. همچنین محمد صدیق کبودوند نیز در بهداری اوین 12 روز است که در اعتصاب قضا به سر می برد. زندانی سیاسی رضا اکبری منفرد که 2 روز است از سلولهای انفرادی 240 به بند عمومی 350 زندان اوین برگشته است، از ملاقات با خانواده اش منع گردید. این زندانی سیاسی بر اثر ضربات باتون در سلولهای انفرادی به شدت مصدوم گردیده است و علت ممانعت دژخیمان وزارت اطلاعات از ملاقات با خانوادهش افشای بیشتر جنایات رژیم در رابطه با برخورد با زندانیان می باشد. زندانی سیاسی محمد صدیق کبودوند که همکنون در بهداری بند 350 اوین بستری است، روز دوشنبه 8 اردیبهشت در حالی به ملاقات خانواده‌اش آمد که دست چپ وی کاملا کبود، انگشت شست پای چپ وی شکسته و 2 دنده سمت راستش به شدت آسیب دیده بود، به طوری که نفس کشیدن و خوابیدن را برای این زندانی سیاسی دشوار کرده است. دژخیمان رژیم آخوندی در زندان اوین روز دوشنبه 8 اردیبهشت مانع ملاقات خانواده زندانی سیاسی سعید متینپور با فرزندشان شدند. خانواده زندانی سیاسی سعید متینپور که برای ملاقات با فرزندشان از آذربایجان به تهران رفته بودند، بدون ملاقات مجدداً به آذربایجان برگشتند. سعید متینپور 12 روز است در انفرادی اوین در اعتصاب قضاست. بنا به گزارش‌های دریافتی، جوانان مبارز شهر همدان به منظور گرامی داشت روز جهانی کارگر با نوشتن شعار و نصب تراکت‌های مختلف در سطح شهر، سرکوب، غارت و دجالگری حکومت آخوندی و رئیس جمهور شیاد آن روحانی را علیه کارگران زحمتکش ایران افشا کردند. این تراکت‌ها حاوی این مضامین هستند: روحانی دروغگو، این همه وعده‌هات کو؟ بودجه مسکن و نان رفت سوریه و لبنان برای حزب شیطان. دستاورد روحانی، بیکاری و گرانی.
اعتراض به گرانی سوخت در تهران، ملایر، لاهیجان و سایر شهرهای میهن ادامه دارد. رانندگان مینیبوس در ملایر روز شنبه هفتم اردیبهشت در اعتراض به افزایش بهای سوخت اعتصاب کردند. مسافران نیز در این شهر علیه گرانی بنزین و اختلالی که در زندگی شهروندان ایجاد گردیده دست به اعتراض زدند. جمعی از مسافران و شهروندان لاهیجان روز جمعه ششم اردیبهشت در اعتراض به گران شدن کرایه خودروها به دنبال افزایش قیمت بنزین تجمع کردند. شماری از رانندگان تاکسی در تهران روز دوشنبه 18 اردیبهشت در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و ثابت ماندن نرخ تاکسی در تهران در مقابل اتحادیه تاکسی رانان تجمع کردند. جمعی از کامیونداران باربری تهران روز یکشنبه 7 اردیبهشت در اعتراض به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص گازوئیل اعتصاب کردند و از ارائه خدمات به تجار بازار خودداری کردند. رانندگان تاکسی‌های فردیس و منطقه پیک کرج روز دوشنبه 8 اردیبهشت در اعتراض به گران شدن نرخ بنزین از کار دست کشیده و خودروهای خود را در مقابل تاکسیرانی کرج پارک کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی جمعی از مردم تهران اعلام کردند قصد تحریم خرید بنزین را دارند. آنها قرار گذاشتند روز چهارشنبه 10 اردیبهشت در اعتراض به گران شدن بنزین هیچ مراجعه‌ای به پمپ بنزین‌های کشور نداشته باشند و از خرید بنزین خودداری کنند. پیش از این نیز مردم در خرم‌آباد و اصفهان به تحریم بنزین در روز چهارشنبه فراخوان داده بودند. جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تهران در اعتراض به تعویق برگزاری انتخابات شوراهای صنفی و مشکلات گسترده دانشجویان و همچنین سخنان توهین‌آمیز کارگزاران رژیم علیه دانشجویان در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه واقع در خیابان میرداماد دست به تجمع زدند. کارگران محروم کارخانه روغن نباتی پارس قو که کارخانه آنها در آستانه تعطیلی قرار دارد امروز دوشنبه 8 اردیبهشت در اعتراض به تعطیلی کارخانه و بلا تکلیفی وضعیتشان در مقابل شورای شهر قلابی تهران واقع در خیابان بهشت دست به تجمع زدند و با بلند کردن پلاکارد‌های اعتراضی خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند. کارگران پتروشیمی کاویان عسلویه روز یکشنبه 7 اردیبهشت در اعتراض به اخراج بی‌رویه کارگران و پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع کردند. کارگران شهرداری منطقه 4 اهواز روز دوشنبه 8 اردیبهشت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشیدند. کارگران شرکت مخابرات روستایی اهواز روز دوشنبه 8 اردیبهشت در مقابل ساختمان استانداری رژیم در خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران معترض خواستار انعقاد قرارداد کار تمام وقت شدند. جمع کثیری از باغداران و کشاورزان استان آذربایجان غربی صبح روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت در مقابل اداره کشاورزی رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. نمایندگان کارگران کارخانه فولاد زاگرس در قروه در استان کردستان روز دوشنبه 8 اردیبهشت در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت نزدیک به 200 تن از کارگران این کارخانه در مقابل استانداری رژیم در سنندج تجمع کردند. پس از اعتراضات مردمی در یکی از مناطق شهر شوش، مأموران جنایتکار امنیتی رژیم ساعت 4 بامداد به خانه‌های مردم یورش برده و پس از بازرسی عده‌ای از آنها را بازداشت کردند. محمد موسی کعبی و شاکر زهراوری دو تن از بازداشت شدگان این حمله وحشیانه هستند. این اقدام جنایتکارانه در حالی صورت می‌گیرد که چند تن از شهروندان شهرستان شوش بر اساس اعترافات تلویزیونی که تحت شکنجه‌های وحشیانه اخذ شده به اعدام محکوم شده اند. اهالی شهرک معراج واقع در منطقه 10 اصفهان در خیابان خزائی در اعتراض به مشکلات این شهر روز یکشنبه 7 اردیبهشت تجمع کردند.
به گفته معترضان این شهرک از امکانات اولیه مانند آب، برق و گاز محروم است و به رغم پیگیری‌های مستمر کارگزاران رژیم پاسخ به آنها نمی‌دهند.